جنایاتی که در ایران امروز علیه مردم جان به لب رسیده دست خالی و بی پناه ایران انجام می شود بیش از هر چیز نشانه چهار ده سستی، بیتوجهی و بیکارگی سازمان ملل، اتحادیه اروپا، آمریکا و دیگر کشورهاست. هاست. راستی آیا سازمان ملل نیاز به بازسازی ندارد؟ چگونه می توان پذیرفت که یک حکومت وحشی و پایمال کننده ی همه قانون های همین سازمان ملل جزوی از این سازمان باشد. این سازمان بیشتر سازمان دولت ها و باند ها شده است تا ملت ها. نمونه روشن آن همین حکومت فاسد اسلامی است که در همه این چهار دهه نماینده ملت ایران نبوده است و همه درخواست های چند باره شماری از ایرانیان برای بیرون انداختن نمایندگان فاسد این حکومت تبهکار از سازمان ملل همیشه بیپاسخ مانده است و این حکومت در انجام تبهکاری نهایت سود را از بودن در سازمان ملل به پشتیبانی چین و روسیه برده است. رفتار جامعه جهانی در برابر آتش افروزی ها و تبهکاری های حکومت اسلامی چنین بود. در ایران، بارها با از بین بردن های وحشیانه خیزش های به حق مردم و سرکوب آنها جز محکومیت های آبکی کاری انجام نشد در درون ایران دست به از بین بردن مخالفان زندانی و آزار بدنی آنان زدند و چشم خود را بستند گروگانگیری را به یک شیوه باجگیری و قلدری خود مبدل کردند مدارا کردند و با همین مدارا این آدمخواران بیشتر و بیشتر گستاخ شده و از این شیوه سود بردند تا جایی که دیگر آشکارا تهدید به گروگانگیری کرده و همکنون در همین سه ماه خیزش انقلابی مردم ایران شمار زیادتری را به گروگان گرفتند تا در روزهای سختی که در پیش خواهند داشت به وسیله آنان زد و بند کنند به خاک دیگر کشورها با همه گونه دروغ و وارون سازی، تجاوز و پایگاه های آدم کشی و آشوب به راه انداختند. تماشاچی شدند و اجازه دادند با لشکرکشی به سوریه خونین ترین سرکوب مخالفان بشار اسد را در سوریه راه بیندازند و بخشی از خاک این کشور را تصرف و پایگاه نظامی به سود ایدئولوژی ناانسانی خود به وجود آورند و خشم سنیانی را برافروزند تا نیروی خونریزی به نام یک خرابکار بین المللی را به وجود آورند عراق را نیز به میدان یک تازی خود تبدیل کردند و آسیب فراوانی به مردم این کشور زدند و همچنان دارند میزنند ولی چشم خود را بستند یمن را به خاک و خون کشیدند شانه بالا انداختند دیگر حتی آشکارا به آدم ربایی دست زدند آبکی محکوم کردند دهها از میان بردن و خرابکاری در گوشه گوشه جهان از آن میان در درون اروپا انجام دادند ولی جز چند مورد در برابر بیشتر این خرابکاری ها جز کارهای نمایشی کاری انجام ندادند جامعه جهانی و بیش از همه سازمان بی ارزه ملل همان نقش همیشگی بیکاره و اندرز دهنده برای بهبود رفتار را داشته است. گویی با حکومت اسلامی که وجودش از همان آغاز بر پایه خونریزی از بین بردن، دروغ و ایجاد آشوب بنا شده میشود با زبان آدمیزاد و انسانی سخن گفت. خون جوانان برومند به ویژه زنان و دختران دلیر ایران سرانجام آنان را شرمسار ساخته و به تکان درآورد. اینک روزگار دیگر شده است و مردم ایران و در رأس آن دختران، بانوان و جوانان دلیر ایران با خون خود دنیا را مجبور کردند که چشم بکشاید و سرانجام شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل کمیته حقیقتیاب را تصویب کند که خود یک پیروزی برای مردم ایران است. دیگر نمیشد و نمی شود و نمی توانند آدم خاری این حکومت را انکار کنند ولی هنوز نیز شتاب نمی کنند و هر روز خامنه ای دجال این زحاک ماردوش تشنگی بیشتری برای خون نشان داده و میدهد. مرگ دردناک جوان با شرف و دلیر ایران محسن شکاری آخرین سند است در برابر چشم جهانیان تشکیل کمیته حقیقتیاب امیدهایی برانگیخته ولی خیزش انقلابی مردم ایران چشم به راه کار این کمیته نخواهد ماند و مبارزه بی امان و بی خود برای آزادی از فرمان روایی حکومت آدمخوار اسلامی را پی خواهد گرفت ما ایرانیان در بیرون از ایران هر یک در اندازه توان خود آنی از افشاگری و فشار بر سازمان ملل و دولتها کوتاهی نخواهیم کرد هم میهن گرامی بیرون از ایران کمک مالی به ایران فراموش نشود آرزوی ما چون میلیون ها ایرانی دیگر دیدن محاکمه تبهکار آخوند علی خامنه ای زحاک فرزند از خودش تبهکارتر مشتبه خامنه ای و رهبران باندهای مافیایی و دیگر آدمکشان وابسته به آنان در دادگاهی جهانی است. کروبی خامنه ای را با خاک یکسان کرد. سکوت چند ساله مهدی کروبی شکست. خامنه ای پوفیوز همه ما را حذف خواهد کرد. مهدی کروبی از رهبران معترضان سال 88 با صدور پیامی هدف از صدور و اجرای سریع حکم قصاص محسن شکاری را ایجاد فضای رعب و وحشت دانست. او در این پیام که روز پیش منتشر شد آورده است بیم آن دارم که اجرای این حکم مقدمه برای صدور و اجرای احکام بیشتری در ستاندن جانها مطابق تمایل صاحب قدرت باشد. به گفته رئیس پیشین مجلس شورای میمونها، علی دجال خامنه ای آمدانه هر اعتراض یا مطالبه ای را به دشمن نسبت می دهد تا زمینه سرکوب آن را فراهم کند. به اعتقاد این منتقد رهبر فاسد جمهوری اسلامی سیاست حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در مورد مردمی که از ظلم، تحقیر، تبعیز و فساد به سطوح آمده اند دیگر کارایی ندارد. کروبی در ادامه با اشاره به فوت شدن تعداد زیادی از مردم معترض از جمله زنان و کودکان با های جنگی در ماه گذشته گفته است یک نفر هم بابت آن کارهای خطا تا کنون محاکمه یا معاخزه نشده است اما برای زخمی بر تن یک معمور جوانی بیگناه را در دادگاهی فرمایشی محکوم به محاربه می کنند و حکمی را که مقایرت آن با موازین شرعی و قانونی بر کسی پوشیده نیست به سرعت اجرا می کنند کروبی خامنه ای را با خاک یکسان کرد و گفت به زودی نوبت خود شما هم خواهد رسید او افشاگری هایی کرد و سکوت چند ساله خود را شکست او گفته خامنه ای پفیوز همه ما را حذف خواهد کرد